آیا منطق باید دموکراتیک باشد؟ در شرایط بد جوی مسافر یه هواپیما هستید و تکونای شدید هواپیما شما و دیگرون رو وحشت زده کرده. در همین حال خلبان اعلام میکنه که میخواد فرود اضطراری رو به رأی عمومی بذاره. چی فکر میکنی؟ آیا این یه رفتار دموکراتیکه یا خلبان میخواد از زیر بار مسئولیت حرفه‌ای و تخصصی شونه خالی کنه؟ آیا میشه برای هر کاری به رأی عمومی متوسل شد؟ یکی از اشتباهات رایج اینه که با کج فهمی از مفهوم دموکراسی گفته میشه چیزی که بیشتر مردم به اون باور دارن درسته. این استدلال بی‌اعتبار رو مغلطه توسل به باور عمومی میگن که استدلال بر اساس رأی اکثریت، استدلال مبتنی بر اجماع و توسل به دموکراسی نیز نامیده میشه. بعضیا برای توجیه اعمال غیرقانونی، غیر اخلاقی یا غیر عقلانیشون میگن همه این کارو میکنن. مثلا رد شدن از چراغ قرمز یا نخریدن بلیت اتوبوس رو با این روش توجیه میکنن. مثال تاریخی این مغلطه باور مرکز جهان بودن زمینه که گالیله اون رو زیر سوال برد، اما ادعای درستش با توسل به نظر اکثریت مردم پذیرفته نشد. در مباحث دینی همین روش رایجه. مثلا میگن خدا وجود داره چون میلیون‌ها مسیحی، یهودی و مسلمون به اون باور دارن. سیاستمدارا هم زیاد مرتکب این مغلطه میشن. مثلا در ارائه طرح اقتصادی دولت به جای تکیه به مطالعات تخصصی ادعا میکنه چون اکثریت جامعه بهش رأی دادن پس طرح ارائه شده درسته. یکی از نمونه های آشنای این مغلطه رو میشه در سخنرانی سال 1360 آیت الله خمینی در دیدار با نمایندگان مجلس پیدا کرد. ملت میخواهد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشود. مغلطه دونستن توسل به باور عمومی به معنای مخالفت با دموکراسی نیست. از نظر منطق، نتیجه تصمیم گیری دموکراتیک همیشه درست نیست. اما به این دلیل که گروه ها و صداهای متنوع یک جامعه در تصمیم گیری ها مشارکت می کنن و استبداد رو کاهش می دن، بهترین شیوه تصمیم گیری موجوده. موارد زیادی هم وجود داره که باور اکثریت درسته. اما توجیه منطقی برای درستی اون باور عموم نیست. مثلا مردم باور دارن که سیگار برای سلامتی ضرر داره. اگه با استناد به باور عمومی اون رو بپذیریم مرتکب مغلطه شدیم. البته این ادعا درسته اما بر اساس شواهد پزشکی و نه باور عمومی. اگه توسل به نظر یا رفتار اکثریت توجیه مناسبی برای درستی یک ادعا باشه، در همین بحث سیگار میتونیم ادعا کنیم خیلی از مردم سیگار میکشن پس سیگار کشیدن ضرر نداره. بنابراین باور اکثریت دلیلی موجه برای درستی یا نادرستی یک ادعا نیست و همچنان نیازمند شواهد و دلایل معتبر و منطقی برای اثبات درستی اون هستی.